برند این صد میبره و اسمش GS4 کمتر از 3 میلیون تومان قیمتشه و وقتی مشخصاتو میخونیم میبینی که با بیل ویژگی‌های عجیب داره. پس این ساعت رو باید بررسی کنیم ببینیم که ارزش خریدش چقدر. دیدی ساعت نو میخرن پوز میدن. سلام هیلاتلیه عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. شاید وقتی مشخصات این ساعت رو بخونید احساس کنید که هر ویژگی که بخواید داخلش هست و بعضی از آپشن‌ها و ویژگی‌هاش هم اصلا ساعت‌های هوشمند جدیده و تا حالا ندیدید. پس نیازه که بررسی کاملی داشته باشیم و ببینیم که واقعا این ویژگی‌ها تا چه حد کارایی دارن و تا چه حدی میتونن دقیق باشن. و در نهایت چون این ویدیو هیچ اسپانسری نداره، خیلی صادقانه و بدون سانسور و محدودیت بگیم که این ساعت با قیمت 3,500,000 تومان برای خرید گزینه مناسبی هست یا نه. از طراحی ساعت شروع میکنیم. حسی که وقتی من نگاهش میکنم بهم دست میده اینه که ظاهر پلاستیکی مانندی داره، اما خودش میگه که از استیل استفاده کرده، ولی نمیدونم چرا این ظاهر پلاستیکی رو اومده روی جنس استیل به کار برده. فریم یا این قسمت بزل تنها جاییه که حس فلز رو به شما میده و بزل خوشگلی هم داره، کمی طبیعتاً از صفحه نمایش بالاتر، پس صفحه نمایش کاملا داره محافظت میشه. دو تا دکمه، یه دکمه قرمز یه دکمه مشکی رنگ که دکمه هم یه حالت پلاستیکی دارن، البته قرمز یکم باز براق‌تر و آلومینیومی تر به نظر میرسه، اما مشکی یه مقدار حالت پلاستیکی داره. یه دونه فلش قرمز هم اینجا داریم و مجموعاً با این بزل و این طراحی سعی کرده ظاهر ساعت رو اگریسیو و اسپورت طراحی بکنه. بند سیلیکونی که خب پین داره و با توجه به اینکه ساعتایی که خیلی اسپورتن بهتر از پیچ استفاده بشه توی قسمت بندشون، مثل ساعتای تیرکس، این خیلی بند مقاومی نمیتونه باشه و از این ظاهر انتظار میرفت که طراحی بندم کمی متفاوت تر میشد و اینطوری طراحیش نمیکرد، حداقل تو قسمتی که داره به فریم متصل میشه. یه بند نایلونی دو رنگ هم داخل جعبه هست که خوشگله و جذابه، ولی تنهایی بشینه که بازم اتصالش با پینه که به نظرم خیلی قوی نمیتونه باشه. به نظرم این ساعت خیلی بر دست خانوما طبیعتا مناسب نیست و بیشتر آقایونی میگیرن که ساعت‌های بزرگ و یوغور دوست دارن و شاید مچ دستشون هم کمی بزرگتر باشه، اینطوری ساعت رو مچ دستشون جذاب‌تر به نظر میرسه. صفحه نمایش 1.43 اینچه صفحه نمایش بزرگ حساب میشه و نوع صفحه نمایش آمولد هست، کیفیت رنگ و نور هم توش به خاطر آمولد بودن طبیعتاً بالاست. 461 PPI کیفیت تصویره و وقتی صفحه رو میبینید به خاطر اینکه هیچ حاشیه‌ای نداره تا لبه بزل کاملا صفحه نمایشه، رنگ و نور خیلی خوبی داره، روشنایی تصویر بالایی داره و به واسطه لایت سنسوری که داره خودش اتوماتیک نور صفحه رو تنظیم میکنه، کلا حس خوبی بهتون دست میده. اولین چیزی که بعد از ظاهر ساعت همیشه مهمه کیفیت صفحه نمایشه و اون رنگ و لعابی که رنگ ها و تمای مختلف توی ساعت دارن که از این نظر کاملا عملکرد خوبی داره و به نظرم تو این بازه قیمتی کاملا انتظار آدمو برآورده میکنه. وزن ساعت بدون بند 39.5 گرمه که ساعت سنگینی حساب میشه. اینجاست که گفتم واسه کسایی که مچ دست بزرگ دارن یا آقایونی که ساعت یوغور دوستن، چون اگه ساعت سبک دوست داشته باشید خیلی با این نمیتونید ارتباط برقرار کنید. بهتون گفتم این ساعت آپشن زیاد و عجیبی داره، بذارید ویدیو رو با چند تا آپشن باحالش ادامه بدیم. یکیش فشار سنج و دومیش هم ارتفاع سنجه. کسایی که کوهنوردی چه حرفه‌ای بکنن چه آماتور، براشون اهمیت داره که ساعتی که رو مچشون هست حتما این آپشن رو اندازه‌گیری کنه و خیلی از ساعت‌های تو بازار حتی تا رنج 10 میلیون یا 11 میلیون هم این آپشن رو ندارن، ولی این ساعت یا میبرو بهتر بگم که اومده این قابلیت رو روی ساعتش گذاشته و میتونید که از این آپشن استفاده بکنید. برای اینکه تست بکنیم و ببینیم که چه دقتی داره، وسیله خاصی طبیعتا ما تو استودیو نداشتیم، پس از گوشی آیفون و کامپاس خودش استفاده کردیم. قطنمای آیفون پایینش ارتفاع سطح دریا رو میده، تبدیل به متر کردیم و دیدیم که 1234 متر میشد. حالا توی این ما تست کردیم و دیدیم 1210 متر داره نشون میده، البته بیشینه و کمینه هم نشون میده و با توجه به اینکه حدودی هست، حتی اون عددی که آیفون هم داره نشون میده تقریبیه و دقیق نیست، میتونم بگم که با تقریب نسبتا نزدیکی میتونه ارتفاع رو درست تشخیص بده. فشار هوا رو با ساعت اندازه‌گیری کردیم و بازم برای اینکه یه مقیاسی داشته باشیم یه اپلیکیشن رو گوشی آیفون نصب کردیم و با اونم اندازه‌گیری کردیم. تبدیل اینچ جیوه رو به هکتو پاسکال هم یاد گرفتیم و در نهایت اختلافشون 873 و 876 یعنی اینجا خیلی نزدیک به همه. البته
بازم میگم که به نظر من هم اپلیکیشن هم خود ساعت یه درصد خطایی دارن، ولی مهم اینه که به عنوان یه ابزار اندازه‌گیری فشار هوا هم میتونید ازش استفاده بکنید و مطمئناً اینم رو ساعت‌های همرده خودش پیدا نمی‌کنه. یک کار جالب دیگه که میبرو کرده و به نظر من تحسین برانگیزه اینه که اومده با یه سری شرکت‌های بیرونی کار کرده برای اینکه اونا حرفه‌ای‌تر هستن تو آنالیز داده‌های سلامتی شما و الگوریتم اونا رو استفاده کرده و بر اساس اونا به شما هم آنالیز میده، هم پیشنهاد میده، هم خلاصه اون داده ها رو به شما نمایش میده. در واقع اینطوری از الگوریتم خود میبرو استفاده نشده و وقتی آنالیزای ورزشی یا سلامتی برای شما اتفاق میفته، یه آدم حرفه‌ای که کارش این هست انگار داره به شما یه برنامه پیشنهاد میده و این جذابه. این بروسپاری مفیدیه که میبرو انجام داد. برای مثال میاد داده مثل ویودو مکس رو به شما نشون میده که در واقع نشون میده توان بدن شما تو مصرف اکسیژن تو بیشترین حالات ورزشیتون یا تحرکتون چقدره، یا میاد تایم ریکاوری به بدن شما میده، یا از اون میاد در واقع محدوده های ضربان قلبی تعیین میکنه که تو حالت های مثلا گرم کردن، تمرین معمولی، تمرین حرفه‌ای شما باید اون زمان و اون ضربان قلب رعایت کنید و بهش دقت بکنید و اون بر اساس قد و وزن و در واقع سن شما داده شده. اینه که همه این پروسه توسط انگار یه تیم حرفه‌ای مربی مانند انجام شده. برای اینکه بیشترین دقت رو بتونه داشته باشه توی آنالیز حرکت شما که توی فعالیت‌های ورزشی خیلی اهمیت داره، میاد از سنسورهای 9 محور استفاده می‌کنه. در واقع شتاب سنج، ژیروسکوپ و کلی آپشن دیگر رو میاد با هم دیگه به صورت پکیج استفاده می‌کنه تا بیشترین دقت رو داشته باشه و جزئیات حرکت شما رو دقیقاً متوجه بشه. این دو تا ویژگی که بهتون گفتم و نگه دارید تو ذهنتون و وجود 105 تا حالت ورزشی رو به علاوه اونا بکنید. حالا ترکیب این پکیج چی شد؟ کلی سنسور که حرکت شما رو دقیق تشخیص میدن، یه سیستم موقعیت‌یابی 5گانه که خیلی دقیق میتونه موقعیت شما رو داشته باشه و 105 تا حالت ورزشی مختلف که کمک میکنه داده‌های دقیقی توی هر ورزشی که دارید میکنید داشته باشید و این داده‌های دقیق کمک میکنه که از اون ور بتونی آنالیز خوبی داشته باشی و در نهایت با یه برنامه خوب پیشرفت مناسبی هم بکنی. وجود این پکیج کامل توی ساعتی که قیمت مناسبی داره نشون میده که میبرو میخواد که تو بازار ساعت‌ها یه حرفی برای گفتن داشته باشه و اسمش کمی متفاوت تر بشه. قبلا ساعت‌های مسفیت رو داشتیم مثل تیرکس 2 که با حدود قیمت 10 میلیون تومان این ویژگی‌ها رو داشتن. حالا میبرو که خیلی ساعت‌های مرغوم به صفحه خوبی رو به بازار روانه کرده بود، اومده یه ساعت تقریبا پرچم‌دار با ویژگی‌های خفن اما با قیمت خیلی پایین رو روانه بازار کرده تا بگه که از این به بعد میتونید رو میبرو جور دیگه حساب باز کنید. با یه استفاده معمولی تقریبا 20 روز میتونید ازش استفاده بکنید، البته اگه آلویز آن دیسپلی خاموش باشه و اگه یه ویژگی مثل جی پی اسش روشن باشه 16-17 ساعت میتونه شارژش بمونه. از نظر باتری میتونم بگم که بازم میبرو خوب عمل کرده و پکیج باتری قدرتمند. آلویز آن دیسپلی که اینجا بهتون گفتم یه نکته جالب و ریزم داره، چند تا مود مختلف داره که میتونید انتخاب کنید. معمولا آلویز آن دیسپلی ها فقط یه مود دارن و شما میتونید اسکرین سیور یا بک‌گراند گوشی یا خود واش رو تغییر بدید، اما رو مود آلویز آن دیسپلی فقط یه حالته، اما اینجا چند تا حالت میتونید بین اونها انتخاب بکنید. بریم سراغ ویژگی ضد آب بودن. 5 اتمسفر میتونه مقاومت داشته باشه در مقابل نفوذ آب. این یعنی شما باهاش میتونید شنا بکنید اما برای غواصی نباید ازش استفاده بکنید. از آنالیزهای سلامتی دیگه‌ای که باید بهش اشاره بکنم اینه که کنترل کیفیت خواب خیلی خوبی داره. حتی چرت زدن شما رو میتونه تشخیص بده و بهتون ساجست میکنه که با چه تایمی چرت بزنید تا اینکه بدنتون سلامتی بهتری داشته باشه. بریم سراغ تجربه‌ای که وقتی باهاش کار میکنم بهم دست میده و بهتون از سرعت و رابطه کاربری و شکل و طرح گرافیکی که داخلش هست میخوام بهتون بگم. همینطوری که دارید میبینید یه پردازنده خیلی خوب دو هسته‌ای باعث شده که سرعت عمل ورق زدن منوها، کار کردن توی منو، بک زدن و قسمت‌های مختلف رو چک کردن سرعت عمل خوبی داشته باشه و باگی یا کندی احساس نکنید. شاید در حد ساعت‌های پرچم‌دار 8-9 میلیونی نباشه ولی تو بازه قیمتی خودش مناسبه. پشتیبانی از زبان فارسی تو نوتیفیکیشن‌های خالی دیگه خیلی ویژگی خاصی به حساب نمیاد. بهتره که
زبان فارسی رو توی منو هم داشته باشیم. این سایت این قابلیت رو داره و میتونید توی منو زبان فارسی داشته باشید، توی نوتیفیکیشن ها پیام‌های فارسی بیاد و حتی ایموجی هم تا یه حدی پشتیبانی میکنه. شکل منو یا استایلی که آیکون ها نمایش داده میشن میتونید خودتون انتخاب بکنید از بین سه حالتی که وجود داره. این ساعت قابلیت تماس باهاش رو دارید، یعنی میتونید با میکروفونش و اسپیکرش یه تماس تلفنی برقرار کنید و قشنگ با ساعت صحبت کنید. پس اگه دستتون بنده و گوشیتون رو نمیتونید در بیارید و ساعت رو مچتونه، اصلا کارتون لنگ نمیمونه. اگر این ساعت یا میبرو حافظه داخلی هم روی این مدلش گذاشته بود، من دیگه واقعا کلاه از سر برمی‌داشتم و تعظیم میکردم و استودیو رو ترک میکردم. جنبندی هیلاتلی خیلی خلاصه است. این ساعت اگه با ظاهرش حال میکنی تقریبا رقیب خاصی نداره، باید اینطوری ببندی رو دستت و داشته باشیش. ساعتی که این همه قابلیت داشته باشه و قیمتش حتی 3 میلیون تومان هم نباشه واقعا تو بازار نیستش. بعد یه کمی سایتش بده سخت میشد که من این بنده رو ببندم. امیدوارم با این پیشنهادی که قیمت خوب و ویژگی های بالا و زیادی داره دیگه بتونم تو رو هیلاتلی کنم. دعوت کنم که ویدیو رو تا اینجا دیدی و حمایت شما خیلی به ما دلگرمی میده.